انتخابات عراق. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی بیانیه‌ای درباره انتخابات عراق با تبریک به مردم این کشور گفت: زمانی که نتایج تکمیل شود، یک پارلمان جدید تشکیل خواهد شد و بر روی تشکیل دولتی جدید که در خدمت همه مردم عراق می باشد بحث خواهند کرد. هر آنچه که نتیجه این پروسه باشد، باید که در خدمت متحد کردن این کشور از طریق تشکیل دولت جدیدی باشد که مورد حمایت تمامی جوامع عراقی بوده و آماده پیشبرد برنامه‌های مادی و قابل اجرا باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، در حالی که سطح خشونت‌ها در عراق به بالاترین حد خود از سال 2008 رسیده است، اوباما هشدار داد هنوز روزهای دشواری برای کشور وجود دارد. رسانه‌های رژیم آخوندی بر دامنه تبلیغات خود مبنی بر پیشتازی مالکی و لیستش در شمارش آرای انتخابات افسوده است. یک رسانه وابسته به باند خامنه‌ای در این باره نوشت: نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی اکثریت کرسی‌های نمایندگی را به دست آورده است. یک رسانه دیگر حکومتی نوشت: دولت اکثریت را تشکیل خواهد داد و در عراق دیگر دولت سهمیه‌ای وجود نخواهد داشت. به گزارش عرافدین، شبه نظامیان سوات اقدام به انتقال صندوق‌های رأی منطقه شهرک صدر به محل نامعلومی کردند. عرافدین به نقل از کمیساریا گفت: در شهرک صدر نیروهای سوات تعدادی از کارمندان کمیساریا را بازداشت کردند، به این دلیل که آنها از فرمانده نیروهای سوات در مورد سرنوشت صندوق‌های رأی سوال کرده بودند. تلویزیون رافدین افزود: دو نفر از کمیسرهای کمیساریا اقدام به تجمع خودروهایشان در میدان مظفر برای انتقال صندوق‌های رأی از شهرک صدر به مرکز اصلی شمارش کمیساریا در نمایشگاه بین المللی کردند و تمامی صندوق‌های رأی را به نیروهای سوات تحویل دادند. خودروها به سمت مرکز شمارش اصلی حرکت کردند، ولی این صندوق‌ها تا کنون به این نقطه نرسیده است. ناجی میزان از رهبران فراکسیون الکرامه عراق به تلویزیون التغییر گفت: مالکی در کرسی نخست وزیری باقی نخواهد ماند. مردم عراق تصمیم به برکناری مالکی گرفتند. هر کاری هم که مالکی می‌خواهد بکند. مالکی چمدانش را بسته است، ولی نمی‌دانم به ایران فرار خواهد کرد یا به زندان خواهد رفت. به یفسود مالکی باقی نخواهد ماند. امروز مردم عراق رأی به سقوط مالکی دادند. مالکی تمام شد و اسم مالکی در عراق حذف خواهد شد. امروز ما و مردم به مالکی میگوییم مالکی رژیم سابق است و هر که با اوست دم و دنبالچه هایش محسوب می شود. لم ولن بکافت حروف الجزم لن نشارك في حكومه يراس المالكي ولن نصر. ناجی میزان در میزگرد تلویزیون الجزیره نیز گفت: دستاورد های مالکی در همه زمینه ها رکورد است. بالاترین عملیات دزدی و سرقت در کشور در زمان مالکی صورت گرفت. کثیف ترین شهر در سطح جهانی بغداد است. فروپاشی امنیتی کامل و بی‌حفاظ بودن مرزهای کشور بر روی همه. در نتیجه امروز مردم عراق راه حل را پیدا کرده است. راه حل این است که این حکومت فاسد را جارو کند. این حکومت دزد و سارق را جارو کند. اکبر عملیه سرقه لثروات بلد في عهد المالكي اقدر مدينه حشاها وحشا اهلها بغداد في التصنيف العالمي من حيث الوساخه انهيار امني بالكامل حدود مفتوحه لمن هب ودب وبالتالي. به گزارش از تغییر، آوارگان فلوجه در استان علمبار نسبت به محروم شدن خود از شرکت در انتخابات شکایت کردند. آنها که به دلیل حملات نظامیان مالکی از شهرهای خود خارج شده اند، نسبت به دور بودن مراکز رأی‌گیری اعتراض کردند. معترضان تأکید کردند کسانی هستند که نمی‌خواهند آنها در انتخابات شرکت کنند. تلویزیون الجزیره در گزارش خود از کنفرانس مالکی بعد از انتخابات گفت: مالکی که دوره نخست وزیریش تمام شده
طوری رفتار می کند که گویی دوره سوم زمامداری او شروع شده است. وی در یک مصاحبه بعد از انتخابات گفت نتایج حاکی از جلو بودن لیست دولت قانون است و امکان ندارد که ما به دولت سهمیه‌ای و توافقی برگردیم. باید دولت اکثریت را تشکیل بدهیم. الجزیره افسود از طرف دیگر یحیی الکبیسی سخنگوی لیست کرامه کمیسیون انتخابات عراق را متهم کرد که با آغاز شمارش آرا نمایندگان کلیه فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی را از مراکز رأی‌گیری سراسر عراق بیرون کرده و فقط نمایندگان دولت در آنجا حضور دارند. این کار برخلاف قانون انتخابات است. فیلمی بر روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده که یکی از نمایندگان دولت قانون مالکی به نام محمود الحسن را نشان می‌دهد که خطاب به مردم فقیر استان‌های جنوب عراق می‌گوید من از طرف مالکی مأموریت دارم سند زمین‌ها را به شما بدهم، ولی این کار در صورتی انجام خواهد شد که شما به لیست دولت قانون رأی بدهید. الحكومه عم تجيب تختبركم ورا يوم 30 4 هنيت للمراكز الانتخابيه ونشوف صدقتم وحده الميانه لا وانت ان شاء الله صادقين ان شاء الله صادقين ترى هاني كلمتني لحظه كلمتني رئيس الوزراء قال لي تاخذهم وتوزعهم بيدك حتى انت تكملها على ايدك وانا مستعد انا مستعد اكملها بايدي بس انا هم عندي شرط وياكم احنا نجي هم يوم 30 4 نتحاسب درگیری های عشایر عراق با نظامیان مالکی. سپهبد حسام الدین الدلیمی عضو شورای نظامی انقلابیون علمبار گفت انقلابیون شورای نظامی توانستند یک تانک و یک هامر را در یکی از خیابان‌های رمادی منهدم کنند. به افزود در این نبردها تعدادی از سلاح‌های متوسط و سبک به تصرف عشایر درآمد. و في الساعه 630 اشتباكات بين ثوار العشائر في الرمادي وجيش المالكي في منطقه البعثار تم تدمير دبابه وناقله وعجله هامر وقتل من فيها. تلویزیون رافدین گفت نیروهای عشایر در فلوجه به پادگانهای نظامیان مالکی در منطقه فلاحات تهاجم کردند و سلاح‌ها و مهمات آنها را به غنیمت گرفتند. در سقلاویه نیروهای عشایر کنترل حی الشهدا را به دست گرفتند و تعدادی از خودروهای هامر و خودروهای وابسته به نظامیان مالکی و شبه نظامیان وابسته به مالکی را منهدم کردند. تتواصل المعارك الضارية بين جيش المالك وثوار العشائر في مختلف مدن در گیری‌های شدید میان نیروهای عشایر با نظامیان مالکی در شهر رمادی در سه محور جریان داشت که تیان خسارت‌های زیادی به نظامیان مالکی و نیروهای سوات وارد شد. تلویزیون رافدین گفت نیروهای عشایر در این نبردها ده‌ها تن از نظامیان مالکی را کشته و مجروح کردند و آنها را وادار کردند اجساد کشته‌های خود را با خودروهای یخچالدار مخصوص حمل و نقل لبنیات منتقل کنند. به گزارش تلویزیون رافدین طی حمله‌ای به یک مرکز نظامی متعلق به نظامیان مالکی در شمال سامرا یک خودروی هامر و یک خودروی لندکروز متعلق به نظامیان مالکی به آتش کشیده شد. تلویزیون رافدین با پخش تصاویر روستاهای غرق شده ابوقریب در آب سد منفجر شده فرات توسط نظامیان مالکی گفت عکس‌ها غرق شدن روستاهای ابوقریب را نشان می‌دهد که این آب گرفتگی ناشی از انفجار تعدادی دریچه‌های آبی رود فرات توسط نظامیان مالکی است که در اثر آن مردم ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. تجمعات و نماز جمعه در استانهای به پا خواسته عراق علیه مالکی و مداخلات رژیم آخوندی با شعار خلق با رهبرانش قوی تر از دیکتاتورهاست. خطیب فلوجه
مالکی برای پوشاندن تقلب در انتخابات به جنایاتش ادامه می دهد. ولی انقلابیون عشایر تا رسیدن به خواستهایشان سلاحشان را بر زمین نخواهند گذاشت. في شأن آخر توافدت حصود المعتصمين في المحافظات المنتفضة الستة. تلویزیون بغداد گزارش داد در 496 روز خیزش مردمی در استانهای بپاخواسته عراق جمعیت مردم نماز جمعه با عنوان خلق با رهبرانش قوی تر از دیکتاتورهاست را در اعتراض به مالکی و دخالتهای رژیم آخوندی برگزار کردند. جنبش مردمی بر استمرار برگزاری نماز وحدت جمعه تا زمان بازپسگیری حقوق سلب شده تاکید کرد. در نماز و تجمعات جمعه سخنرانان تاکید کردند که تا تحقق تمامی خواسته هایشان ثابت قدم خواهند بود. خطیب فلوجه در نماز وحدت این شهر گفت انقلابیون عشایر تا تحقق خواسته هایشان و بیرون کشیدن ارتش از شهرها سلاحشان را بر زمین نخواهند گذاشت. مالکی و ارتش فرقه‌گرا و حزب فاشیست او به جنایاتشان و آتشباری فلوجه و از بین بردن مردم اهل سنت ادامه می دهند. و یکی از هدفهای مالکی لاپوشانی جنایتهای او برای تقلب در صندوقهای رأی‌گیری و تصفیه رقبای سیاسی و اجازه ندادن به هیچ صدای ملی است که در مقابل حاکم ستمگر بایستد. خطیب جمعه فلوجه اعلام کرد انقلابیون عشایر از اهالی رمادی و فلوجه تا رسیدن به خواستهایشان و خارج شدن ارتش فرقه‌گرای مالکی از محیط شهرهایشان از سلاحشان دست نخواهند کشید. تلویزیون الغربیه گزارش داد جمعیت انبوهی از مردم در استانهای بپاخواسته در نماز جمعه وحدت در مساجد شهرهای مختلف که 17 ماه از برپایی آن می‌گذرد شرکت کردند و خواهان حقوق مشروع خود شدند. در رمادی خطیب جمعه گفت مالکی جنگ آب را برای تهدید مردم خود و پیروزی خود در انتخابات به کار می‌گیرد و نظامیان دریچه های سدها را ابتدا بسته و بعد باز کردند تا بتوانند مناطق کمربندی بغداد را به زیر آب ببرند و فلوجه را با آب محاصره کنند. خطیب نماز جمعه در تکریت گفت نرفتن رای دهندگان برای رای به دلیل وضعیت بد امنیتی و قطعی جاده ها توسط نظامیان مالکی بود. خطیب نماز جمعه بیجی نیز گفت اکنون 20 روز است نظامیان مالکی جاده عمومی را قطع کرده اند و برای ایجاد روب در آن مستقر شده اند.